سلام وقتتون بخیر من محمد کمایستانی هستم و قرار هست در این دوره که با اسم برنامه نویسی پیلسی با سمتیک منیجر خدمتون ارائه شده در کنار شما باشم این دوره داره با روی کردن مقدماتی زبط میشه. مقدماتی یعنی چی؟ مقدماتی یعنی شما از سطح صفر جایی که هیچ نیازی به هیچ گونه پیش نیازی ندارید شروع میکنیم و پله پله با هم دیگه رشد میکنیم و آموزش میبینید این دوره با اینکه با اسم برنامه نویسی PLC در ضبط میشه اما حقیقتش اینه که یه مقدار فراتر از صرف برنامه نویسیه در حقیقت شما هیچ برنامه نویس PLC پی رو پیدا نمیکنین که بدون آشنایی به سخت افزار PLC بتونه صرفا برنامه نویس باشه برای همین توی دوره ما قصدم که شما رو با سخت افزار PLC با نحوه پیکربندی سخت افزاری با شبکه ها و قسمت های مختلف سیناتیک منیجر هم آشنا بکنیم اگرچه صرف در حقیقت اون اصل کار در حقیقت میشه همون برنامه نویسی قبل از اینکه بخوایم این دوره رو شروع بکنیم من میخوام یه سوالی رو که شاید ذهن شما رو به خودش مشغول کرده رو همین اول کار پاسخ بدم و اون هم اینه که آیا ما با دیدن این دوره با انجام تمام تکالیف و تمرین های این دوره میتونیم یه برنامه نویس خیلی خوب بشیم و بریم کارخونه های مختلف دستگاه مختلف رو اوتوماسیون بکنیم واقعیت اینه که نه واقعیت اینه که شما نمیتونین با صرفا دیدن این دوره و انجام و تمرینات این دوره به سطحی برسین که بتونین برین در واقع یک دستگاه رو اتوماسیون بکن پس این دوره اصلا برای چی داره ضبط میشه این دوره اولا که تمرکزش روی دانشجوهای مهندسی برقه کسایی که الان دانشجو هن دانشجو کارشناسی هن، و احتمالا گرایش کنترل دارن و میخوام ببینن این PLC که میشنون چی هست نحوه برنامه نویسی باش چیه یا میخوام پروژه های دانشگاهیشون رو باشون ران بکنن و کلا نیاز به این دارن که یک پایه ای از PLC بلد باشن یا بچه های سایر گرایشان گرایش های الکترونیک گرایش های مخابرات و میخوام شاید علاقه شدن به حوزه اوتوماسیون و میخوام ببینن اصلا اوتوماسیون چیه؟ چجوری میشه وارد شد و بیسیک و مقدماتش چی هست؟ از طرف دیگه ممکنه شما یه مهندس مثلا نتوفنی باشین داخل یک کارخونه ای وظیفه نگهداری و تعمیرات دستگاه مختلف رو عهده دارید خب شما نیاز هست که در, در واقع انجام وظایفتون و انجام کارهاتون با سایر مهندس ها که یه دونشون میشه مهندس برق مهندس اتوماسیون با اینها هم مراوده داشته باشین صحبت بکنین و برای انجام یک کار به اونها هم نیاز پیدا بکنین خب لازم هست و خوب هست که شما آشناییت داشته باشین با اینکه مهندسین حالا اتوماسیون در حقیقت وظایفشون چیه توانایی هاشون چیه چه کاری از دستشون برمیاد پس این دوره برای شما هم میتونه مفید باشه برای مهندسین مکانیک، مهندسین در واقع شیمی، کامپیوتر و مهندسین کلا صنعتی هم میتونه مفید باشه. با در حقیقت این مقدمه نسبتا طولانی بریم که اولین اسلایدمون رو شروع بکنیم. اینکه PLC اصلا چی هست و اصلاً دقیقاً چی کار میکنه اینکه بدونین PLC چی هست یک مبحثی قبل از سماتیک منیجر یعنی شما برای اینکه بخواید با نرم افزار سماتیک منیجر کار بکنین لازم هست قبلش بدونین PLC چیه PLC خب یه اختصاریه از عبارت پروگرامی به لاجی کنترلر که در حقیقت میشه کنترل کننده منطقی قابل برنامه‌ریزی تک به تک این کلمات حائز اهمیتن و چیزای زیادی رو به ما میگن اول از همه اینکه یه کنترل کننده است PLC کنترل کننده است پس در مدار فرمان ماست ما توی مدار قدرت ما قرار قرارش نمیدیم و منطقیه یعنی اینکه به ازای یک سری ورودی به ازای یک سری ورودی خاص و یک برنامه خاصی که داخلش نوشته میشه یه سری, یه سری خروجی در حقیقت منطقی و قابل پیش بینی به ما ارائه میده شما ممکن نیست که یه سری ورودی خاص با یک برنامه خاص بهش بدین و هر دفعه یک سری خروجی غیر قابل برنامه ریزی غیر قابل پیش به شما بده بس منطقی و قابل برنامه ریزی قابل برنامه ریزی بودن قابل برنامه ریزی بودن یه نکته که خیلی مهمه در PLC ها اینکه شما میتونید صرفا با نشستن پشت لپتاپتون و نوشتن برنامه مختلف عملکرد ل... سی رو خیلی تغییرش بدیم و بتونیم کلا مدار فرمان رو تا حد زیادی تغییرش بدیم در قلب PLC یک مثل تمام دیوایس های الکترونیکی ما یک میکرو داریم که وظایف پردازشی PLC رو بر عهده داره اگر بخوام یه تاریخچه ای از پی ها برای شما ارائه بکنم یه تاریخچه خیلی مختصر اینه که اولین پی ها برای شرکت خودروسازی جنرال موتورز آمریکا تولید شدن با سفارش جنرال موتورز تولید شدن و همینطور که در این گوشه تصویر بینیم ما اینجا اولین پی تاریخ رو داریم که با برند مودیکون در واقع ریلیز شد اومد بیرون و این کنار این آقایی هم که اینجا هستن آقای دیک مورلی که به عنوان پدر پی ال سی ایشون رو میشناسن اولین پی ال سی ها با اسم پی سی در حقیقت وارد بازار شدن پروگرامیبل کنترلر که بعدها در دهه 90 که پرسونال کامپیوتر ها اومدن کامپیوتر های شخصی توسط شرکت ای بی ام و مایکروسافت ساخته شدن و راه پیدا کردن به زندگی افراد برای اینکه این PLC ها به عنوان پروگرامیبل کنترل ها با پرسونال کامپیوتر ها قاطی نشن اومدن یه ال هم در حقیقت به اسم این دیوایس اضافه کردن و کردنش لاجیک کنترلر که قاطی نشن از اونجایی که حالا جلوتر میگیم PLC ها اومدن برای اینکه محاسبات دیجیتال ما رو انجام بدن سالهای اول و نمونه اول PLC در واقع فقط میتونستن که کارهای دیجیتالی رو انجام بدن در دهه هفتاد میلادی ماجول در حقیقت آنالوگ هم به PLC اضافه شد حالا جلوتر میگیم که اصلا ماجول چی هست ولی بدون که تو دهه هفتاد بود که اولین بار PLC ها مجهز شدن به سیستم های آنالوگی و شبکه تو دهه 90 در واقع سازمان IEC یه استانداردی رو برای تولید و استفاده PLC ها با عنوان IEC 1131 منتشر میکنه قبل از در حقیقت اینکه IEC بخواد یه استانداردی رو در واقع یه استانداردی رو بذاره برای تولید PLC ها هر شرکتی که میومد پیلسی تولید میکرد یه سری خط معشی های خودش رو داشت و اگر شما میخواستین برین یه PLC رو یاد بگیرین شما هر شرکتی رو که میرفتین باید از صفر تا صد اون شرکت PLC های اون شرکت رو یاد میگرفتین و نمیتونستیم با PLC های دیگه کار بکنین. IEC اومد یه سری استاندارد های کلی رو برای تولید کننده های PLC با عنوان و 1131 نوشت و منتشر کرد که از اون به بعد تمام شرکت های سی در تمام دنیا بر اساس این استاندارده که PLC خودشون رو می سازن که ما جلوتر بهش نگاه نگاهی هم خواهیم انداخت اما با تغییراتی که در حقیقت سی داشت تغییری که در نامبرینگ استاندارد های سی انجام شد امروزه این استاندارد با نام سی 611 قابل دسترسی هست.